خب مبحث رو ادامه میدیم و شروع میکنم به چیدمان وکتورهای دیگه بر روی این نقشه ها. بعد از اینکه چیدمان رو انجام دادین، شما به راحتی میتونین در واقع وکتورهایی که در اینجا و در واقع همون نقشه هایی که در اینجا هستش و به رنگ مشکی رو تغییر رنگ بدین و به رنگ نارنجی در بیارین و یا هر رنگ دیگه که در نظر داشته باشین، که من بعد از اتمام گذاشتن این نقشه ها و هماهنگ کردن میخوام که برای بهتر دیده شدن این نقشه هایی که به رنگ مشکی هست رو به رنگ نارنجی در بیارم تا بهتر بشه وضعیت رو مشاهده کرد. ولی فعلا میخوام که چیدن نقشه ها رو به اتمام برسونم و بعد از اون ادامه کار رو انجام بدیم. خب زوم آوت میکنم تا دیده بهتری به دایره داشته باشم و کاری که دارم انجام میدم. به شکل اولیه برمیگردم به این صورت و شروع میکنم به چیدمان وکتورها. خب شما تک به تک وکتورهایی که در اینجا قرار گرفته رو به راحتی میتونین از این بخش آبجکت جدا کنید، به این صورتی که من در ابتدا انجام دادم. به عنوان مثال من میخوام این بار این وکتور رو از صحنه و از دیگر وکتورها جدا کنم، همونطور که در اینجا ببینید. وقتی که انتخابش کنیم و ابزار موو هم انتخاب شده باشه، شما به راحتی قادر به تغییر دادنش خواهی بود. و برای اینکه به راحتی و با سرعت بالاترین وکتور رو با دایره هماهنگ سازی کنیم، باید بعد از انتخاب اسپلاین که در اینجا قرار گرفته و وکتور رو در اینجا مشخص میکنه، پوزیشن اون رو حتما صفر قرار بدید. فراموش نکنید که قرار دادن صفر پوزیشن این اسپلاین به حالت صفر باعث میشه که با اسفیر ما که در وضعیت صفر قرار داره هماهنگی خوبی پیدا کنه و همونطور که میبینید در حال حرکت به سمت دایره هم. بعد به راحتی میتونید از اون استفاده کنید و با ابزار موو و روتیت به همین ترتیب نقشه ها رو روی اسفیر بچینید. خب من ادامه میدم کار رو. البته برای میان بر زدن در کار شما میتونید این روش رو هم به کار بگیرید، اینکه در زمان بتونید صرفه جویی کنید. به عنوان مثال لازم نیست که تک به تک این گزینه ها رو به صورت مجزا حرکت بدیم و در واقع بخواین که دونه دونه روی کره بچینید. شما به راحتی میتونید کشورهای مورد نظر رو انتخاب کنید و اونها رو به روشی که گفته شد به روی نقشه ببرید و به صورت مرتب بچینید. استفاده از روش انتخاب چند تایی باعث میشه که کار رو به سرعت هرچه بیشتری انجام بدین. همچنین قبل از اتمام کار یک روش دیگه هم جهت بهتر کردن این طرح میخوام به شما یاد بدم و سپس کار رو ادامه میدم. خب کمی زوم این میکنیم به این شکل. گرید رو از اینجا برمیداریم از بخش فیلتر تا بتونیم دیده بهتری داشته باشیم. بعد از اینکه ما این نقشه وکتور رو در روی نقشه اسفیر در این بخش ها قرار دادیم، باید برای طبیعی تر جلوه کردن و حتی زیباتر شدن مدلمون این نقشه ها رو در واقع برجسته کنیم تا به شکل یک قاره واقعی به نظر برسه. خب به چه شکل باید این کارو بکنیم؟ به عنوان مثال من همین اسپلاین رو که در اینجا استفاده کردیم رو انتخاب میکنم. بعد از انتخاب اسپلاین، یعنی بعد از اینکه شما تمامی اسپلاین ها رو در نقاط خودش قرار دادیم، باید این کار رو انجام بدیم. بعد از انتخاب اسپلاین به این شکل و قرار دادن اون در جای مناسب که اینجا به خوبی جاگذاری شده به این صورت که در اینجا مشاهده میکنیم، باید از ابزار هایپر نرو یا در واقع ابزار جنراتورهایی که در اینجا قرار گرفته لافت رو انتخاب کنید که در آموزش قبلی با کاربردهای اون آشنا شدید و میدونید که به اسپلاین ها سطح میده و شما میتونید برای اسپلاین ها سطح ایجاد کنید. خب بعد از انتخاب ابزار لافت، تمامی وکتورهایی که شما بر روی نقشه ها قرار دادین رو دقیقا مثل مثالی که در اینجا میزنم، یعنی این اسپلاین رو زیر مجموعه لافت قرار میدید. به این صورت همونطور که در اینجا مشاهده میکنین شکل واقعی تری رو پیدا میکنه و در واقع یه جور حجم میگیره به این صورت که مشاهده میکنین و خیلی طبیعی تر به نظر میرسه که شما میتونین در واقع از بخش های مختلف تغییرات لازمه رو روی اون اعمال کنین، اینکه آنجل اون در چه حدی باشه که در واقع همون اضافه کردن بیشتر حجم هستش، حالت کشیدگی که ایجاد میکنه و تغییراتی که در رابطه با کنترل پنل آبجکت ها بلد هستین به این صورت. و میتونین به تک تک نقشه‌ای که در روی جای مختلف و جایگاه خودشون قرار میدین به این صورت حجم بدین و اونها رو با تنظیمات دقیق حجیم‌تر و واقعی‌تر جلوه بدین تا در واقع نقشه‌تون کامل‌تر بشه. اسپلاین رو هم در این بخش انتخاب میکنم تا در واقع نوع حجم‌دهی که ایجاد میکنه بهتر بوده باشه. تغییر زاویه دید میدم و مجدداً میتونم تنظیمات بیشتری رو اعمال کنم تا نتیجه رو روی اون بهتر ببینم. خب میتونید در اینجا لافت رو انتخاب کنید و خود لافت رو
بهش حجم بیشتری بدین که میتونین در واقع با تنظیماتی که در این بخش هست این کارها رو انجام بدین و تغییرات رو مشاهده کنین که به چه صورت این تغییرات اتفاق میفته و تاثیرگذاریش رو به خوبی نشون میده. از بخش کپس هم میتونین در واقع با انتخاب فیلتر کپ باز هم تغییرات رو ببینید. در آموزش قبلی شما به خوبی با این ابزارها آشنا شدید و میدونید که کاربرداش چی هست. به این صورت که در اینجا میبینید یک نقشه واقعی از زمین و قاره های اون رو در اختیار خواهی داشت. خب من به ادامه کار میپردازم و تک تک وکتورها رو روی نقشه قرار میدم و سپس با استفاده از ابزار لافت به اونها حجم خواهم داد. خب کار نهایی به این صورت هست که در اینجا مشاهده میکنیم و میبینیم که به شکل زیبایی در واقع تونستیم مدل زمین رو در اینجا ایجاد کنیم. حالا نوبت طبیعی تر کردن این طرح. در ابتدا یک بازنگری میکنیم تا مطمئن باشیم که کارها به درستی پیش رفته و مشکلی وجود نداره. بنابراین اسفیر رو انتخاب میکنیم و به گردش در میاریم تا تمامی کارها رو به خوبی بررسی کنیم. همطور که برجستگی هایی رو که ایجاد کردیم باعث شده که جلوه هرچه طبیعی تری رو پیدا کنه. همطور که میدونین زمین یک سیاره آبی رنگ هستش، پس ما هم در واقع متریال رو که مربوط به اسفیر هست پیدا میکنیم، در اینجا انتخاب میکنیم و رنگ آبی رو برای زمین میخواییم انتخاب کنیم. خب در اینجا تغییر میدیم به این صورت رنگ رو تا اون تغییرات بر روی زمین اعمال بشه. کمی تیره تر میکنیم رنگ رو تا واقعی تر به نظر برسه به این صورت که در اینجا مشاهده میکنیم. خب رنگ نارنجی رو که من انتخاب کردم برای این قاره ها موقت بود و فقط میخواستم ببینم که نقشه‌ای که ایجاد کردم و در واقع طرحام به چه شکل هستش. برای بهتر جلوه دادن باید به قاره ها یک تکسچر زمین و حالت سنگ و خاکی بدیم تا حالت واقعی تری رو پیدا کنه. از این بخش یا با دابل کلیک کردن روی متریال مربوط به خشکی ها که ایجاد کردیم و از بخش کالر تکسچر رو انتخاب میکنیم تا به منابع مورد نظر در سینماکور دسترسی پیدا کنیم و یا به راحتی میتونیم از کانتنت بروزر در این بخش به چیزی که میخوایم برسیم. خب به بخش پرزنت وارد میشیم در اینجا و پوشه های مربوط به اون رو میتونید مشاهده کنید. میریم که متریال های مربوط به زمین رو پیدا کنید. چیزایی که در اینجا هستش مد نظر ما نیست. وارد فولدر پرایم میشیم. در اینجا میتونید از بین متریال هایی که در این بخش قرار گرفته متریال مورد نظر خودمون رو انتخاب کنید. در فولدر کانکریت میتونید متریال مربوط به حالت زمین های خاکی و سنگی رو پیدا کنیم. در این بخش هم تعداد تکسچر وجود داره که به عنوان مثال میتونی من این رو انتخاب کنم. هم تکنونی یک حالت زمین سنگی رو در اینجا به نمایش گذاشته و به راحتی هم میشه رنگش رو تغییر داد و یا از بافت های دیگه ای مثل این بافت و یا این بافت استفاده کنیم. خب من این بافت رو انتخاب میکنم و به متریال اضافه میکنم به این شکلی که در اینجا میبینی تا تغییرات لازم اتفاق بیفته. منتظر میمونیم تا تغییرات رو به این صورت مشاهده کنیم. سپس شما میتونید رنگ رو در اینجا تغییر بدید و در واقع به متریال رنگ مربوط به حالت زمین رو اضافه کنید تا جلوه بهتری پیدا کنه به این شکل. و یا میتونید خودتون از تصاویر با کیفیتی جهت دادن تغییرات بر روی این مدل استفاده کنید. به عنوان مثال ما در اینجا روی متریال مربوط به خشکی‌ها کلیک می‌کنیم و از بخش تکسچر یک تصویر رو وارد و انتخاب می‌کنیم. روی تکسچر کلیک می‌کنیم، لود ایمیج. من در اینجا یک تصویر رو در دسکتاپ قرار دادم که لود می‌کنم به داخل نرم افزار سینما 4D و منتظر می‌شم تا نتیجه تغییرات رو ببینم. به این شکلی که در اینجا مشاهده می‌کنین، تغییرات روی مدل هم اتفاق می‌افته. بدین صورت. همونطور که می‌دونید زمین فقط از حالت خشکی مطلق تشکیل نشده و دارای بخشای سبزی هم هست. بنابراین ما میتونیم با تغییرات و در واقع طراحی این مدل رو هرچه بهتر جلوه بدیم. به تب آبجکت میریم، بورد رو در اینجا باز میکنم و شما میتونید تک به تک در واقع هر کدوم از بخشای این طرح رو به خوبی تغییر بدیم و در واقع به هر کدوم متریال مخصوص به خودش رو اختصاص بدیم. به عنوان مثال من این بخش رو انتخاب میکنم و میخوام که رنگش کمی به سبز تغییر پیدا کنه. مثلا اینجا رو انتخاب میکنم و یک متریال رو به اون اختصاص میدم. در اینجا کلیک میکنم، به جای این تکسچر مخصوص به خودش رو انتخاب میکنم.
خب بعد از انتخاب روی متریال در این بخش کلیک میکنم، کمی اسکرول میکنم به سمت پایین و در اینجا میتونم تکسچر مربوط به اون رو انتخاب کنم. روی تکسچر کلیک میکنم، لود ایمیج رو انتخاب میکنم و از بخش داکیومنت وارد جایی میشم که تصاویر رو ذخیره کردم به عنوان مثال پیکچر، و در اینجا رنگ سبز رو انتخاب میکنم تا به اون اضافه بشه و به این طریق به بخش مورد نظر رنگ سبز رو اضافه میکنم که البته من این سمت رو انتخاب کردم که میتونه نمایی از منطق جنگلی باشه، و همچنین با کار کردن بیشتر با بخش متریال ها و ابزارهای مربوط به اون میتونیم به مدل واقعیتر دست پیدا کنیم. خب در این بخش شما با پایه ترین حالت ایجاد یک جلوه که در اینجا موضوع جلوه طراحی زمین بود آشنا شدیم و متوجه شدیم که چطور از ابزارها استفاده کنیم و اینکه نرم افزار سینما 4D چه امکاناتی و برای ایجاد جلوه های مختلف در اختیار ما قرار میده. مبحث امروز یکی از ساده ترین مباحث در زمینه ایجاد جلوه های کامپیوتری بود که شما میتونستید با ترکیبی از مدل سازی و ایجاد جلوه های مختلف اون مدل رو در فیلم ها و در تصاویر مختلفی مورد استفاده قرار بدید. همین قابلیت نرم افزار سینما 4D باعث شده که این نرم افزار در انیمیشن سازی هم کاربرد زیادی داشته باشه. در آموزش بعدی هم به ایجاد جلوه های بیشتری خواهیم پرداخت و به صورت کاربردی یاد خواهید گرفت که نرم افزار سینما 4D چه نقشی در ایجاد جلوه های ویژه داره. به همین ترتیب و به راحتی شما یک مدل زمین رو تونستین ایجاد کنید.